گلخونی گل روز با زیربنای 5000 متر مربع حدود 1.5 میلیارد تقریبا هزینه کردیم اینجا. دومین تجربه موفق استان ما است. استانی که اقلیمی گرم و خشک دارد و البته با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند. تغییر الگوی کش از فضای باز به سمت واحدهایی که پوشش گلخانه‌ای دارن قطعا یک ضرورت اجتناب ناپذیره. و حالا کشت‌های هیدروپونیک مثل این گلخانه هم منابع آبی را مدیریت کرده و هم بهره‌وری و کیفیت تولید رو بالاتر می‌بره. ما دقیقاً همون مقدار مصرفی گیاه رو به خود گیاه میدیم. تو هر ردیف برداشت خیلی خوبی داریم. تعداد شاخه‌هامون بالاتره. کیفیت شاخه گلمون خیلی بهتره. کار جالب‌تری که در این گلخونه صورت گرفته اینه که وقتی مدیریت منابع آبی باشه، پس آب‌ها میتونن یک باغ انار رو به طور کامل آبیاری کنن. حدود 1 هکتار درخت انار داریم که میتونیم مزارعمون رو آبیاری کنیم. این گلخونه اشتغال رو هم برای 9 سرپرست خانواده به طور مستقیم فراهم کرده. مدرک دیپلم برق دارم و 1 سالم هست تقریبا اینجا مسئول برق گلخونه. مدت 6 ماه هست اینجا مشغول به کار هستم. خرج زندگی هم در میاد، خدا رو شکر خوبه. روزانه 600-700 شاخه گل اینجا از این مجموعه گلخونه برداشت میکنیم. 850 هزار شاخه گل روز سالانه در این گلخونه تولید و روانه بازار استانهای تهران، مشهد و اصفهان میشه. در شهرستان بیرجند 50 هکتار سد زیرکشت محصولات گلخانه‌ای ما هست. 1 هکتار سد زیرکشت گلخانه گل روز. از زیبایی و لطافت این رنگین کمانهای طبیعی که بگذاریم، باید گفت عطر، مربا، شربت و گرانترین اسانس دنیا از گل رز تولید میشه. کشت‌های گلخانه‌ای راهی برای بهره‌وری و تولید بیشتر به همراه مدیریت منابع آبی برای استانهایی مثل خراسان جنوبی که با خشکسالی‌های چند ساله دست و پنجه نرم می‌کنند.